اجازه است؟ سلام، خواهش میکنم، بفرمایید. مزاحم که نیستم. نه بابا، این چه حرفیه؟ بفرمایید. خیلی متشکرم. دست شما درد نکنه. میگم که عمو جان اتاق قشنگه رو دادن به شما با عمو مشکات همیشه خوش سلیقه بودن، از انتخاب وکیلشون معلومه. چرا مشکات من ندیدن؟ چطور؟ من انتخاب شدم. آه، پس لازم شد که قبل از فوت یه نظر شما رو ببینن بعد فوت کنن. حیف آدم وکیل با شخصیتی مثل شما رو ندیده از دنیا بره. بله. شما وکالت آدم های بهوش رو هم به عهده میگیرین یا فقط تخصصتون بیهوش هست؟ ببخشید، متوجه منظورتون نشدم. به این دلیل که متاسفانه یا خوشبختانه عمو تا چند روز دیگه فوت میکنن و این دارایی ها به من میرسه، من به یک وکیل درجه یک نیاز دارم. قول میدم موکل خوبی باشم. و این وکیل باید زبردست و بسیار متبحر باشه. کی بهتر از شما؟ بنویسیم قرار دادشو. شما که به من خیلی لطف دارین، ولی راستش تا وقتی این پرونده به سرانجام نرسیده نمیتونم پرونده دیگه قبول کنم. رسیدگی به همین پرونده فکر کنم 4-5 ماه، شایدم 6 ماه طول بکشه. آها، چیا هست مگه؟ خیلیه، الان خدمتتون عرض میکنم. آها، غیر از این ویلا، کارخونه میلنگ مشکات، کارخونه شکلات مشکات، دامداری مشکات، مرغداری مشکات، برنج تجاری مشکات، 10 باب مغازه تو باب همایون، 2 هکتار زمین تو لواسون. خیلیه، اینا که گفتم تازه نصف لیسته. یعنی بازم هست؟ بله، 40-50 قرم دیگه هم هست. من عرض میکنم اینا رو خورد خورد بریم محضر، سندشو بزنیم به نام من، چون بعد از فوت عمو جان من باید برم، اصلا وقت ندارم. شرمنده، ولی تا وقتی موکل فوت نکرده نمیشه ارث رو تقسیم کرد. خب حداقل لیست اموال رو به بنده بدین برم عوارض و مالیاتشو بدم. خیالتون راحت، به همه اینا رسیدگی میشه. پوزش میطلبم. خانم ماجر، جناب پروفسور، تشریف بیارید برای مراسم موسیقی لطفا. مراسم چی؟ موسیقی قربان.